توی این جلسه ما فصل سوم ریاضی یک رو با هم دیگه شروع میکنیم توی فصل های قبل فصل یک آنالیز و مختلط بود فصل دو حد و پیوستگی و توی این فصل میریم سراغ مشتق ببینید اشتباهی که خیلی از بچه ها میکنن فکر میکنن این مشتقی که دارن توی دانشگاه می‌خونن همون مشتق دبیرستانه بله اون مشتقی که شما اونجا خوندید یه سری توابع بیسیک و پایه‌ای بودن شاید اونجا خیلی با هایپربولیک‌ها ها با توابع LN با توابع توان F به توان N خیلی اونجا سرکار نداشته باشید یا حتی توانی که هم پایه متغیر باشه و هم توان حالا توی مثال‌ها با هم دیگه می‌بینیم. پس این دید رو که همون مشتق دبیرستانه و خیلی ساده است بذارید کنار بیس مشتق و اصل مشتق رو شما توی این فصل یاد میگیرید و حتما توی امتحانتون سوالاتی با حجم محاسبات بالا رو انتظارش رو داشته باشید بریم روی تصویر دوستان خب یه سری فرمول های مشتق رو ما توی دبیرستان خوندیم که حالا من اینجا توی این فصل هم بچه‌ها ببینید یک سری فرمول های آبی داریم که اینا رو باید حفظ باشید یه سری رو از دبیرستان حفظید که اوکی یه سری هم که جدید هست و باید جدیداً به اون قبلی ها اضافه بکنیم خب تابع ثابت بچه‌ها مشتق صفر خیلی ساده ثابت توانی کا ایکس به توان مشتقش کا رو می‌نویسیم n میاد پشت ببینید کار رو می نویسیم n میاد پشت x به توان n من یک به عنوان مثال مثلا x دو تا x دو رو می نویسیم سه میاد پشت تابع به توان یکی کمتر یعنی میشه 6 تا x دو خب تابع بعدی که خیلی مهمه بچه ها رادیکالی هایی هستن که هر فرجه دلخواه و هر توان دلخواهی میتونن داشته باشن شما به کمک رابطه های رادیکالی میدونید که این رادیکال فرجه ام رو میتونید این شکلی بنویسید ان به ان تو... اموم به توان NMM توان تقسیم بر فرجه حالا وقتی اینجوری نوشتیمش میایم مشتق میگیریم مشتقش چی میشه بچه‌ها؟ ان میاد پشت مشتق خودت ها رو می نویسید یو هر فانکشنی میخواد باشه شما مشتقش رو می نویسید یه دونه از توان کم میکنید یعنی توانتون که ان هست یه دونه کم میشه خیلی شبیه بالاییه حالا بریم اینا این سه تا فرمول رو توی یک تمرین با هم دیگه بررسی بکنیم گفته ایگریک مساوی با این مشتق بگیرید خب بچه مشتق وقتی میخوایم بگیریم مشتق خاصیت خطی داره یعنی ببینید سه تا تابه با هم دیگه جمع شدن شما تک تک مشتقا رو میگیرید و با هم جمع میکنید خب مشتق اولی منهای 5 تا x6 بچه ها منهای 5 رو می نویسیم توان که 6 هست میاد پشت تابع به توان یکی کمتر توان 6 یه دونه ازش کم میشه میشه 5 به اضافه دو مشتقش میشه میشه صفر به اضافه مشتق این عبارت خب قبل از اینکه مشتق بگیریم اینو به این فرم درش میاریم یو به توان N ام ببینید همین آه رادیکالیه رو این شکلی میبسیم x2 منهای 3x به اضافه یک به توان n اموم 3 4 دیدید این نقش n شما رو داره با این فرمول بچه مقایسه کنید این هم نقش m شما رو داره میشه n اموم 3 4 حالا بخواید مشتق بگیرید طبق این فرمول سه 4 میاد پشت توی پرانتز مشتق این تابه رو میگیریم. مشتق X دو بچه ها چی میشه؟ میشه 2X مشتق منهای 3X میشه منهای 3 و مشتق مثبت یک میشه صفر یه چیز دیگه ازش مونده چیه؟ تابه به توانه یه دونه از توان کم کنید. همین U رو بنویسید ببینید همین U رو n نم منهای 3 چارم منهای یک میشه چقدر بچه ها؟ منهای یک چارم چرا شد منهای یک چهارم بذارید من اینجوری بنویسم سه چهارم منهای یک مخرج مشترک چهار چهارم میگیریم میشه منهای یک چهارم این شد مشتق این تابع نیاز به ساده سازی است نه خب یه مثال دیگه این تابع رو به شما داده گفته مشتقش رو بگیرید خب قبل از اینکه مشتق بگیریم ببینیم آیا ساده تر میشه نوشتهش؟ بله بچه از مدرسه و دبیرستان خاطرتون هست یک بروی x به توان n این وقتی می اومد بالا توانش چی می شد؟ قرینه نمی به عنوان مثال یک به x 5 می شما اینو بیاری بالا توانش رو منفی بکنید خب حالا این کار هم میشه برای این تابه انجام داد بله چهار رو که می نویسیم این توی مخرجه میاریم بالا x2 منهای 1 وقتی میاد بالا توانش منفی میشه چرا چون وقتی توی مخرجه توان مثبته بیا توی صورت توانتون مخ... منفی میشه به اضافه سه تا بچه ها اینم طبق همون فرمول یو به توان ان ام میتونیم ساده بکنیم ایکس به توان دو صفر. هنوز مشتق نگرفتیم و حواستون باشه ما هنوز مشتقی نگرفتیم فقط میخوایم... فقط چیکار کردیم تابر رو ساده تر نوشتیم خب باز من اون فرموله رو بنویسم ببینید یو به توان ان وقتی وقتی میخوایم مشتق بگیریم ان رو مینویسیم یو پریم یو به توان ان من منهای یک این فرمول بود دیگه حالا این 4 که ذریبه من میخوام مشتق این اولی رو بگیرم چهار که خودش رو مینویسم توان هر چیزی که هست میاد پشت ببینید توان حالا نگید اینجا کسریه این چرا کسری نیست منهای سه کسری هم میشه نوشتش منهای سه یکم دیگه درسته مشکلی نداره حالا ننوشتید اشکال نداره ولی در ذاتش هر عدد صحیح خودش کسریه که مخرج کسر یک بوده منهای سه میاد پشت مشتق داخل مشتق داخل میشه دو ایکس منهای صفر تابع پر توانی داره یه دونه از توانش کم میشه خود تابه رو می نویسیم یه دونه از توانش کم میشه منهای سه یه دونه کم بشه میشه منهای چهار به اضافه دوباره سه رو می توان میاد پشت تابه به توان یکی کمتر دو سوم منهای یک میشه منهای یک سوم ببینید دو سوم منهای یک مخرج مشترک سه میگیره میشه دو منهای سه میشه منهای یک سه خب تموم شد میشه ساده ترش کرد بله تموم شد نیازی به ساده کردن نیست ولی ما برای تمرین سادهش میکنیم این میشه منهای دوازده تو دو x ضرب میشه میشه منهای 24x. چهار بچه ها این توانش منفیه میتونید بیاریدش پایین توانش رو مثبت کنید این شکلی میشه به اضافه این سه با این سه میره 2. بچه ها x به توان منهای یک سوم چجوری میشه نمیشدش؟ این شکلی اولا چون توان منفیه میاد توی مخرج میاد توی مخرج چه شکلی میشه؟ x به یک سوم x به توانی یک اک سوم یعنی ریشه سوم دیگه فرجه سه خب توی این جلسه ما مشتق توا... توابع توانی رو با همدیگه بررسی کردیم توی جلسه بعد میریم سراغ مشتقگیری از توابع مثلثاتی